صبح همه بخیر، خوش آمدین. باز هم نوی هود روز سرباز و تمامی سربازهای عزیز و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از صمیم قلب تبریک میگم. امروز که قهرمانان کشور در کنار ما هست و گفت و شنودهایی میداشته باشیم در مورد کارهایشان، در مورد ازی که روز نوم هود چگونه تجلیل کردن. سمونیار انجینر رحمت الله با ما هستن که ایشان مدیر نظارت مدیریت عمومی اطفایی ولایت کابل هستند و صحبت در مورد فعالیت های مدیریت عمومی اطفایی کابل و همچنان در مورد نهم هود هم صحبت هایی می داشته باشیم. سلام، خوش آمدین آقای رحمت. خوش باشین، زنده باشین. خیلی خوش هستیم شما رو در کنار خود داریم. بخیر باشین. روز میلی سرباز به شما تبریک میگیم. وارزمند هستم یک روز خیلی خوب و خوش رسپری کرده باشین. روز نهم هود بود. زنده باشین. عرض احترام به شما کارمندان تلویزیون خورشید و به تمام بینندگان تلویزیون خورشید و همچنان به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور این روز نهم هود تبریک میگم. ممنونتان. آرزومند اونا هم تماشا کنن برنامه را و سلام خاص بر تمامی شما. حالا هم بیاییم و صحبت ها را آغاز میکنیم روی فعالیت های شما که در این چندین سال چی دستاورد هایی داشتین، چقدر فعالیت های مختلف را انجام دادین. فعالیت تان را میشه بگوین به ما در فعالیت هایتان. تشکر. مدیریت عمومی اطفای کابل طوری 24 ساعته در خدمت همشهریان محترم کابل قرار داره و ما در دو بخش وظیفه انجام میدیم که بخش وقایه و بخش مجادله است. بله. به این معنی که در بخش مجادله در طول 24 ساعت به تمام حوادث طبیعی و غیر طبیعی، حریق ها، آتش سوزی، چاه افتادگی، غرق شدگی، در آن واحد به گرفتن اطلاع ما به محل میریم و اگر حریق باشه حریق خاموش میکنیم و در بخش وقایه قبل از یک ماه چهار گروه هم روزه توظیف کردیم در شهر کابل. بخاطر جلوگیری از واقعات حریق بلند منزلا، مارکتا، مالگوداما، دوائر دولتی و سکتورای خصوصی و دولتی را وقایه میکنیم و هدایت لازم را برای از ارائه میکنیم. بسیار خوب. زمانی که اگه اطلاع حاصل میکنین در مدت چقدر زمان وقت رسیدگی میکنین؟ رسیدگی وقتی که ما اطلاع را حاصل میکنیم در ظرف یک کمتر از یک دقیقه قوای اطفای از قراول خارج میشه. بله. و یکی در شهر ازدحام ترافیکی بسیار زیاد است. بله. و برای شما بیتر معلوم است که مردم و قدر بسیار کلوم دار و همی موانع هایی که بخاطر تدابیر امنیتی ایجاد شده در سرک ها، دروازه هایی که ایجاد شده، یک موانعی است که وقت ما در اونجا هم ضایع میشه و همچنان در قسمت بیتفاوتی هم شهریان محترم وقتی که آلارم اطفایه را میشنوند زیادتر مردم اینطور یک احساس نمیکنه که کار عاجل است. بله. به یک جای عاجل میره، باید رابط موتر و وسایل اطفایه بیره. دیگه ما عده تا که میتونیم کوشش میکنیم زودتر برسیم محل خود برسانیم. بسیار خوب. آرزومندم همیشه میگونم موفق باشین. خب در اطفایی کابل چقدر تغییرات از گذشته تا اکنون شما میبینین؟ چقدر تغییرات آمده؟ تغییرات بسیار زیاد آمده. اگرچه کابل امروزی کابل سابق نیست. بله. نفوس در کابل فعلا به اندازه زیاد است. تخمینی چیزی که ما شنیدیم در حدود ممکن 6 میلیون اضافه تر مردم زندگی کنه و شهر بسیار وسعت پیدا کرده و ما در زم 6 استیشن صاحبی داریم که مربوط مدیریت اطفای کابل میشه و به خاطر انجام خدمات بهتر ما همه روزه 6 یونت اطفایی را در 6 محل در شهر کابل توظیف میکنیم تا بتانیم هر چیز زودتر به محل واقع خود برسانیم. خیلی خوب. خب انجینر صاحب به ما یک خاطری جالب خدا میگن اگر در ذهنتان باشه. در اطفایی کابل هر لحظه ما خاطره جالب است، بخاطر که واقعات مردم بسیار برخطا میباشن در وقتی که حریق میبینن همه مردم واقعا سراسیمه میشن و در اونجا یگانه کسی که داخل اقدام میشه اطفایی چی است و یک خاطره جالب می است که از شهرک آریا یکی از امشیره ها روز زنگ زد گفت که دم تلفن گریان میکرد، گفت که خانیم در گرفته هر چی عاجلتر خدا برسانیم. ما تا امشیره قن ورخطا نشو چی عریق شده، آشپزخانه، منزل،
گفت نه یک بالون گاز است. ما گفتم بالون گاز ما چیزی در تلفن برات میگم. اما کار کنین. گفت که بگو ما گفتم نه لعو از گفت بله گفتم یک ساعت لعو بگیرید. سر بالون گاز خالی کنین. گفت این انفجار میکنن. ما گفتم نمیکنین انفجار. خب بالاخره یادم تلفن بین اعضای فامیل. همین موضوع را ما گفتم چیزی کنم میگم. مشوره کنن. ما گفتم تا که قوای اطفایه به اونجا میرسه و واقع هر قدر مدت زمانی که اضافه تیر میشه بلون انفجار میکنن بله. یا آب خالی کردن سر گاز ما گفتم آلی رو بگیرین و روی حویلی پرتاب کنین وقتی که یه کار کردن دون تلفون بسار مشکلشون حل شد و خوشی کردن دیگه از ما هر لحظه خاطر خود خدمت میکنین برای مردم همین که شما خدمتگار مردم هستین و هموطنان عزیز ما همیشه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور راضی هستن واقعا که افتخار هست به ما خب رابندی یا هم اعزام ترافیکی چه هم میتونه که مانع کارتان شوم کار اطفایه با ثانیه محاسبه میشه با ثانیه به خاطر که با هر ثانیه که ما از دست میتیم سرعت حریق با ما اندازه اضافه میشه بله نوعیت حریق فرق میکنه مثلا اگر مالگدان باشه یا مارکت باشه یا یک منزل باشه با هم متفاوت از فرق میکنه هر قدر که ما زودتر برسیم زودتر ما میتونیم که حریق مهار بسازیم و از تلفات جانی و خسارات مالی ما جلوگیری کنیم هر قدر که ما دیر برسیم در اونجا خب از همکاری هموطنان ما چیگونه بوده؟ همکاری هموطنان ما او کسایی که به ارتباط موضوعات عاجل اطفایه یا امبولانس ها معلومات داره میفهمه که ما برای ما باید رابطن وقتی که آلارم اطفایه را میشنون برای ما را میتن و بعضی دوستای ما همشهریای ما بسیار بی‌تفاوت میباشن یا در موبایل گپ میزنن یا در موبایل یا نمیخوان خودشان زودتر برسن ما کوشش میکنن که از ما که خدا پیش قدم بسازن از این موقع استفاده کنن بله نه ولی همیشه باید شما کمک کنین تا رابطه این اطفایه برسه به جایی که هر اون مشکلی که باشه زود حل شوه ممنون از خودتان جینر سبزی که تشریف آوردین باز هم روز از صمیم قلب شما تبریک میگیم اگر گفتنی باقی هست از شما مشنویم فقط یک پیام بفرمایید مردم امشاریان محترم کابلی است که با شنیدن آلارم اطفایی کوشش کنند که حق اولیت با وسایل اطفایی بدن و بس نمی ممنون از شما انجینر سبزی که تشریف آوردین حالا هم یک آهنگ خیلی زیبا باز مهدی فراخ آماده نشر است میگه بس است بس با هم یک جا تماشا میکنه